همه ای ما کم و بیش در هفته بین 4 تا 7 بار استحمام یا حمام میکنیم، ولی برای من به شخص سوال بود که حمام کردن اصولی برای اینکه کامل تمیز و پاکیزه بشیم به چه شکلیه. برای همین بعد از کلی تحقیق و خوندن راجع به این موضوع به یه سری نکات و شیوه‌های دست پیدا کردم که شاید شنیدنشون براتون جالب باشه. برای همین اگه میخواین با درست حمام کردن آشنا بشید، این ویدیو رو تا انتها ببینید. بزن بریم. سلام و درود به بهلایفی های عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه تنتون سالم و شاداب باشه و به ویدیوی امروز خوش اومدید. همونطور که اول ویدیو دیدین، ویدیوی امروز در مورد شیوه صحیح و اصولی حموم کردنه. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیوی امروزمون. برخلاف باور بسیاری از مردم، واقعا نیاز نیست هر روز حمام کنیم. بیشتر اوقات با چند بار حمام کردن در طول هفته پوست بهتری خواهید داشت، به خصوص در فصل زمستان و زمانهایی که هوا خشک است و بدن زیاد عرق نمی کند. با این حال برخی افراد با هر روز حمام کردن بیشتر احساس پاکیزگی و راحتی می کنند. فرقی ندارد جزو کدام یک از این دو دسته هستید، مهم این است که مطمئن شوید به هنگام دوش گرفتن تمام بدنتان را تمیز می شوید. با این اوصاف روش صحیح حمام کردن به این شیوه است. 1. دمای ایدئال آب را تنظیم کنید. نیازی نیست بخار آب همه جا را پر کند. در واقع متخصصان پوست توصیه می کنند که با آب ولرم یا کمی گرم حمام کنید. 2. قبل از استفاده از هر نوع صابون یا شوینده، پوست را با آبکشی سریع خیس کنید. 3. با استفاده از لیف حمام، بروس بدن یا با دستهایتان صابون یا شامپو بدن را به پوست بمالید. از گردن و شانه ها شروع کنید و تا پاها ادامه دهید. شستن پاها و بین انگشت ها با آب و صابون فراموش نشود. 4. باقی مانده صابون یا ماده شوینده ای را که استفاده کرده اید به خوبی آبکشی کنید. این کار از خشک و پوسته شدن بدنتان جلوگیری می کند. 5. اگر قصد شستن موها را دارید، به اندازه سکه 500 تومانی از شامپو را کف دست بریزید. دست ها را به هم بمالید تا شامپو کف کند و آن را کف سر و پشت گردن بمالید. نیازی نیست به کل موهایتان شامپو بزنید. باقی مانده شامپو پس از آبکشی از کف سر روی ساقه های موها میریزد و کل موها را تمیز میکند. 6. سپس از نرم کننده برای نرمی ساقه موها استفاده کنید. مقداری نرم کننده کف دست بریزید و به آرامی به کل ساقه های موها بمالید. فراموش نکنید که انتهای موها را نیز به خوبی با نرم کننده آغشته کنید. 7. آبکشی آخر موها و بدن را با آب ولرم یا خنک انجام دهید. این کار به جذب بهتر نرم کننده به فولیکول‌های مو، بهبود گردش خون در بدن و ایجاد حس نشاط و تازگی کمک می‌کند. پیش از استفاده از هر نوع کرم مرطوب کننده، بدن را به آرامی با حوله خشک کنید. استفاده از کرم مرطوب کننده بلافاصله بعد از حمام کردن به حفظ رطوبت و شادابی پوست کمک می‌کند. خب، در اینجای ویدیو سوال پیش میاد که از انجام دادن چه کارهایی در حمام کردن پرهیز کنید. فرقی نمی کند که دوش سری بگیرید یا حمامی طولانی در وان را تجربه کنید. به هر حال از انجام دادن این عادتهای زیان‌آور خودداری کنید. از آب خیلی گرم استفاده نکنید. شاید خیس کردن بدن با آب گرم حس خوشایند و آرامش بخشی به شما بدهد. اما اگر مرتب این کار را انجام دهید، پوست آسیب می‌بیند و به تدریج خشک می‌شود. 2. از لایه برداری افراطی پوست خودداری کنید. برای پاک کردن آلودگی ها و چربی ها نیازی نیست پوست را مدام و با خشونت مالش دهید. این کار پوست بدن را مستعد آسیب و خشکی می کند. 3. شستن صورت و استفاده از شوینده های مخصوص صورت را فراموش نکنید. ممکن است شامپو بدن یا صابونی که استفاده می کنید برای پوست صورت مناسب نباشد و مشکلاتی براتون ایجاد کند. جدا از تمیز کردن صورت در حمام، بهتر از خارج از حمام نیز شستشوی صورت و لایه برداری پوست را به شکلی منظم انجام دهید. 4. تعویض لیف را فراموش نکنید. فرقی نمی کند از لیف های طبیعی، پارچه‌ای یا اسفنجی برای شستشوی بدن استفاده کنید. تمیز و خوش بودن آن خارج از حمام کردن اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر ابزارهای شستشو به خوبی خوش نشوند یا در جای مناسبی نباشند، راه را برای رشد باکتری باز خواهند کرد. حمام کردن چقدر باید طول بکشد؟ بسیاری از افراد به طور متوسط حدود 8 دقیقه را به حمام کردن اختصاص می‌دهند، اما نیازی نیست همه افراد به یک اندازه در حمام وقت بگذرانند. ممکن است زمانی که به روش صحیح حمام کردن عادت کنید، متوجه شوید که وقت کمتری در حمام سپری کرده اید. اختصاص دادن 5 تا 10 دقیقه شستشو به آبکشی می‌تواند زمان مناسبی باشد. و در پایان، حمام کردن نباید به کاری پیچیده و سخت تبدیل شود، اما روش صحیح حمام کردن می‌تواند جلوی هدر رفتن مقدار زیادی آب را بگیرد و باعث صرفه‌جویی در
هزینه ها و زمان با ارزش شما شود. روال نظافت بدن خود را با روش صحیح حمام کردن و خرید مواد شوینده مناسب پوست و موهایتان تغییر دهید تا پس از هر بار شستشو حس بهتر و داشتن پوست درخشان را تجربه کنید. خب اینم از ویدیوی روش صحیح حمام کردن. امیدوارم که براتون سودمند بوده باشه. مرسی از نگاهتون و مرسی از اینکه منو حمایت میکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله و در کل حمایت فراموش نشه. حرف دیگه ای باقی نمیمونه. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.